با یه سلام گرم خدمت دوستان و بینندگان عزیز، امیدوارم که لبتون خندون، دلتون شاد و تنتون سالم باشه. پیامای زیادی داشتیم که خورشت گوجه سبز و خورشت چغال بادوم رو بهتون آموزش بدم. امروز تصمیم گرفتم خورشت گوجه سبز رو بهتون آموزش بدم. هرچی گشتم چغال بادوم پیدا نکردم. نحوه درست کردن خورشت چغال بادومم درست مثل گوجه سبزه، حتی سبزیاش همون نعنا جعفریه، فقط به جای گوجه سبز داخلش از چغال بادوم استفاده میکنید. بریم با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. مواد لازم برای تهیه خورشت گوجه سبز: سبزی 300 گرم که شامل 200 گرم جعفری و 100 گرم نعنا، گوشت مرغ 300 گرم، از هر قسمت مرغ که دوست دارید میتونید استفاده کنید. من از فیله مرغ استفاده کردم که میتونید به اندازه های دلخواه خوردش کنیم. پیاز نگینی خرد شده 1 عدد بزرگ، گوجه سبز 250 گرم، ربع گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری، آب لیمو 2 قاشق غذاخوری، فلفل سیاه، زردچوبه و نمک به میزان لازم. خب عزیزان، ابتدا سبزیمون که شامل نعنا و جعفری بود کاملا ساتوری میکنیم به این شکل تا ریز بشه. وقتی که کاملا سبزیامون رو خرد کردیم داخل یک مایتابه میریزیم، بدون روغن روی حرارت قرار میدیم تا آب سبزی کاملا تبخیر بشه. مراقب باشه سبزیتون نسوزه. همین که آبش تبخیر شد روغن رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا سبزیمون سرخ بشه. وقتی دیدید سبزی به این شکل داره با ماهیتابه میچسبه، یعنی آبش کاملا تبخیر شده. تو همین مرحله روغن رو بهش اضافه میکنید. از اینجا به بعد بالای سر سبزیتون واستید تا سبزی نسوزه و مرتب هم بزنید. کی متوجه میشیم که سبزیمون سرخ شده؟ وقتی حجم سبزی کم شد و رنگ سبزی کاملا تغییر کرد، یعنی زمان برداشتن سبزی از روی حرارته. اگر سبزی زیاد سرخ بشه خورشتتون به تلخی میزنه، پس مراقب باشید سبزی زیاد سرخ نشه و نسوزه. و اگر کم سرخ کنید، به قول معروف میگن دونش یه طرف آبش یه طرف، خورشتتون طعم و رنگ خوبی پیدا نمیکنه. در این حد که سرخ شد کافیه. حرارت رو خاموش میکنی و سبزی رو کنار میذاری. ابتدا توی قابلمه‌ای که میخواییم خورشتمون رو آماده کنیم مقداری روغن میریزیم. پیازایی رو که نگینی خرد کرده بودیم بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا پیازامون یه مقدار سبک بشه و رنگ عسلی به خودش بگیره. وقتی که پیازا سبک شد فیله ها رو بهش اضافه می کنیم. اگر خواستید از گوشت قرمز هم استفاده کنید حتما همین مراحل رو طی کنید. فقط بذارید کاملا گوشت بپزه و بعد گوجه سبز رو بهش اضافه کنید. اگر خواستید از رون مرغ هم استفاده کنید، رون مرغ رو کاملا سرخ کنید و بعد بقیه کارا رو انجام بدید. الان من پیازم یک مقدار عسلی شده، فیله هایی رو که به این شکل برش زدم بهش اضافه می کنم و کاملا فیله ها رو با پیازا تفت میدیم تا رنگ فیله ها تغییر کنه. حرارت زیر قابلمه رو زیاد کنید تا فیله هاتون آب نندازه و به راحتی سرخ بشه. مرغا که یک مقدار سرخ شد و تغییر رنگ داد، ادویه ها رو اضافه میکنید.
زردچوبه، فلفل سیاه، نمک. اگر از گوشت قرمز خواستید استفاده کنید یادتون باشه که نمک رو در آخرین مرحله اضافه کنید. ربم اضافه می کنم. خیلی ها رب به این غذا نمی زنن، ولی من رب که می زنم رنگ این غذا خیلی بهتر میشه. اگر دوست داشتید بزنید، اگر دوست نداشتید می تونید حذفش کنید. همونطور که گفتم اگر خواستید از گوشت قرمز استفاده کنید باید بذارید گوشت قرمزتون کاملا بپزه و در آخرین مرحله گوجه سبز رو اضافه کنید. ولی چون من از گوشت مرغ استفاده کردم و کاملا نرم و لطیفه و زود میپزه، گوجه سبز رو تو همین مرحله بهش اضافه میکنم و یکم گوجه سبز رو با گوشت تفت میدم. حدود 2 دقیقه هم که گوجه سبزا رو با گوشت تفت بدید کافیه. حالا سبزیایی رو که سرخ کردیم به گوشتمون اضافه میکنیم. یه تفت کوچیک هم میدیم. حالا 2 لیوان آب جوش به خورشتمون اضافه میکنیم. غلظت این خورش مثل قرمه سبزیه. فراموش کردم بهتون بگم کسایی که از بوی نعنا جعفری خوششون نمیاد میتونن از سبزی قرمه داخل این خورش استفاده کنن. اونم امتحان کردم، طعم بی‌نظیری داره. آب شک مقدار کمه، من 1/2 لیوان دیگه آب بهش اضافه میکنم، یعنی 2 لیوان و نیم. ابتدا حرارت زیر خورش رو زیاد میکنیم تا خورش به جوش بیاد. وقتی که جوشی حرارت رو کم میکنیم تا با حرارت ملایم خورشتمون بپزه و جا بیفته. خب عزیزان، حدود 25 دقیقه گذشته. یه سری به خورشتمون بزنیم. به به، چه رنگ و لعابی داره. حالا تو این مرحله خورشت رو تست کنید. اگر ترشیش به اندازه کافی بود دیگه نیازی به آب لیمو نداریم، ولی اگر دیدید تستش زیاد ترش نیست میتونید 1 قاشق الی 2 قاشق غذاخوری بهش آب لیمو اضافه کنید. آب لیمو رو که اضافه کردم 10 دقیقه هم زمان میدم، بعد حرارت رو خاموش میکنم و خورشتمون رو سرو میکنم. سرو شده این غذای خوشمزه رو خدمت شما عزیزان ارائه میدم. خورشت گوجه سبز ما آماده شد. من اونو در کنار کته ایرانی سروش کردم. این خورشت خیلی راحت درست میشه و در عین راحتی بی نهایت خوشمزه و سرشار از ویتامین C و میتونم بگم رقیب سرسختی برای قرمه سبزیه. اگر دوست داشتید خورشت چغال بادوم هم درست کنید، همین کارایی که انجام دادیم و انجام بدید و به جای گوجه سبز داخلش از چغال بادوم استفاده کنید. اگر
خواستید این خورش رو با گوشت قرمز درست کنید، حتما اجازه بدید تا گوشتتون بپزه و در آخرین مرحله گوجه سبز رو بهش اضافه بکنید. 20 دقیقه زمان بدید تا گوجه سبز بپزه. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته باشه. درخواستی که از شما عزیزان دارم اینه که حتما برنامه مامان تیوی رو به اشتراک بذارید و در این کار منو حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم و تا یه آموزش دیگه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. دوستای گلم، خورشت گوجه سبز ما آماده شد. من اونو سروش کردم و تقدیم میکنم به همه بینندگان عزیز. مخصوصاً این خورشت در کنار یک کته خوشمزه ایرانی واقعاً بی‌نظیره.